سلام علیکم پدران، مادران، برادران، خواهران، دوستان، محبوسان، مظلومین و مبارزه وطن. امیدوارم که در رویه خوب قرار دارین و انشالله به خبر هستین ای وارد شدن اشتراک هیئت گروه 24 در کنفرانس سهه در شهر وین آستریا. کنفرانس دیروز دوام کرد، یعنی دیروز 10 نوامبر شروع شده بود و امروز تقریبا ساعتی پیش انجام یافت. برنامه این بود در نشست ایلوگی سحه آیدی چنک های انسانی زیر عنوان اقلیت های ملی اجادی مناسبت ها. و روز اول ما کوتاه شهر داده بودیم در رسانه گروه 24 اخبار و انشالله در فرصت کوتاه شما میتونین نشر مفصل از رسانه ما پیدا کنین. مبارزه ما نه تنها از اروپا بلکه از چند کشورهای دیگر که ما پیشنهاد کرده بودیم قبول شدن، دعوت شدن به اونجا. هیئتی را تشکیل کردیم و به برنامه گروه هیئت ما وارد کنفرانس شد. این هیئت عبارت بود از 7 نفر و اون را رهبری میکرد برادر ما نورالدین رضایی زیر برنامه ریاست گروه 24. فردا در برنامه صدای مردم انشاءالله برادر نوری با شما باز فصلتر صحبت میکنه در این موضوع اویدی کانفرنس وینا و میتونین سوال و نظرهای خودتون آماده کنین. انشالله امیدوارم که در حق برادرها دور فراموش نکرده این سفرهایی که هست زحمت طلب میکنن، مبلغ و وقت برنامه طلب میکنن و ما هر جایی که وارد میشیم در وارد شدن و در خارج شدن من دست خالی نیستیم. منظورم این برنامه ها و دستاوردهای ما است. ما امروز مبارزین مردم تاجیکستان قدم به قدم باید تیار بشیم برای مسئولیت شناس بدنمون، برای صاحب وطن شدنمون. باید که از مظلوم و مهاجر نام این مردمی اذیت کشیده را به مبارز تبدیل بتیم. حرکت خود ما پیش چشم شما تولید یافت و مثل یک طفلی که پیش چشم به وای میرسه، همون خل پیش چشم شما مردم تاجیکستان ما ایام بدیم همه وقت و امروز هم ایان هستیم. از روز اولی پیدایش در صحنه سیاست در مقاومت کردن علیه رژیم دیکتاتوری و از روز اولی پیدایش هم ما هدفهای خودمون را معین و مشخص کردیم و گفتیم که ما به کدام سمت حرکت میکنیم و برنامه ما چی است. برای وطن خودمون را صاحب شدن، نام مردم و وطنمون را در جامعه جهانی برداشتن، ما باید حتما این رژیم را سرنگون کنیم. وضعیت امروزه تاجیکستان اصلاحات میخواهد و این اصلاحات به واسطه ایوالوسیا نه، بلکه حلش فقط در راه به ریوالوسیا است، انقلاب. یک انقلابی که تو در آینده به دیگران درس باشد، تو کسی فکری آوردن ظلم بالای سر مردم نکنه دیگر هیچ وقت، تو دیگر نفر فکری فروختن پرچای وطن ما را در معینه سرش جانتا. باید یک انقلابی بشود که برای همگان درس باشد. میدانیم امروزا تعداد زیادی مردمی ما در انتظار اصلاحات هستند. وضعیت خودش اثبات میکنه که مردم انتظار انقلاب های اصلاحات میخواهد. بعد از سرنگون کردن یک ظالم در یک دولت ها انتخابات رئیس جمهور گذشت، بنده شخصا قرار داشتم در دولت خدمت، برنامه مباشر می رفت، یعنی که پریمای افیر، وقتی آواز دادن یک جوانمرد از سوال کردن که چند وقت شد اینجا نوبت گرفته اید، ای در حالت یک بود که ظالم سرنگون شده انتخابات پریزیدنتی می شد. وقتی روزنامه‌نگار پرسید که چند وقت شد که اینجا نوبت گرفته، منظور روزنامه‌نگار البته ای بود که مقصد سحر از ساعت چند اومدی، چند ساعت شد اینجا راست ایستاده. اون جوانمرد گفت که من 30 سال است که باز در نوبتم. یک مردی بود که من 30 سال است که با در همین نوبتم، یعنی 30 سال بود که انتظار همین روز بدم. سال اگر بعد یا نکو باشه میگن ای بهارش معلومه. همین است که هر یک ظالمی وقتی سر قدرت میایه ای روزهای اولی حکمرانیش معلوم است که عاقبت کار جای ظالمین امروزه وطن ما ای روزی اولی سر قدرت اومدنشون همراه خودشون یک روز سیاه آوردن بالای سر مردم. وطن ما را امروز نفرای حکمرانی میکنن که از روز اول سر قدرت
به چشم گشنه آمدند و تا این روزا چشماشان گرسنه موند. ای روز اول چشماشان به مال مردم بود. ای روز اول دستشان در دامن خواهرها زدند. ای روز اول تیر به جسم هموطنهای ما زدند. این سیاستی بود که ای روز اول پیشه کردند تا امروز ادامه دارد. تا امروز همو تصرف مال، همو تجاوز به ناموس، همو قتل و کشتار ادامه دارد. برای استوار ماندن در کرسی این ظالم دائم به گوش مردم افسانه میخونه که شما مردم زیر خطره. دائما افسانه میخونه که دشمنای بیرونی، خواجه خارجی نمیخوان که وطن ما ترقی بیابد. نکی بدخواه نمیگن که خواجه خدی همینا دارن. دشمن داخلی و خارجی ما خدی همینا هستند. سبب پیشرفت نکردن ترقیات ما چی اجتماعی باشد چی اقتصادی باشد خدی همین بناموسا هستند. اگر اینو ناموس می داشتن هیچ وقت نمی گذاشتن که مردم ما اینقدر سرسان و سرگردان باشد. مردم اینقدر به صاحب سر نمی دادن در کل دنیا. این رژیم هیچ وقت اصلاحات بهبودی انتظاری نکشه. اگر که میتونستن در دوام 24 سال میکردن بهبودی، نکش شما را نه به جای کار، نه روزی خوش و حتی قوای برق تامین کردن نتونستن. شما را مینت میکنن، تنه میزنن که روزهای بد در مغازه چیزی پیدا کردن نمیتونستین. امروز شکرانه بگن مغازه شما همه چی پر است میگن. شما را به اینو تنه میزنن. بله درسته، روزهای بد که مغازه ما همه خالی بود. یگان مواد خرغوری پیدا کردن نمیتونستی. نکی نه فقط در یک تاجیکستان بود. این وبا در تمام شوروی آمد. این در حالت پاش خوردن حکومت شوروی بود که خودی مسکو حتی مغازهاش خالی بود. و اگر امروز هم همه مغازه های تاجیکستان که پرای مواد شده باشه، این تنها در تاجیکستان نیست. با در همون سابق شوروی آمد و این هم زحمت این سمزوان نیست. زحمت این رژیم نیست. امروز اگر مردمی ما به قدر که ناله نان شمی و زندگی شمی بره، این زحمت مردمی خودی تاجیکستان است. زحمت مهاجرای پیش از همه. بازم تکرار میکنیم که مهاجرا این کلید به تمام درها هستند. تمام درها را خود مهاجرا میتونن که بکشاین یا که ببندن. فقط قوای خودشون درک نمیکنن. در اول سالهای 90 تغییر گلوبالی آمد تقریبا در همه منطقه به مثل که سالهای 20 عصر گذشته شده بود. بله درست است که ایروی برنامه های خارجی باید یک مدت وطن ما به میدان حرب مبدل میگشت و به این موفق هم شیدن. چقدر که لازم شون بود همون قدر وطن ما میدان حرب بود و به این موفق شیدن. برای موفق شدن پیش از همه باید مریانیتکا پیدا میکردن و اون مریانیتکا هم بزودی پیدا شد به اسم امام علی رحمانوف شریپویچ. همه وقت مریانیت که در او دولت های پیدا می شود که عدالت نیست. عدالت در کدام دولت ها نمی شود؟ در همون دولت هایی که مردمش مسئولیت شناس نیست. مردمش قدر تاریخ بزرگاش نمی داند. مردمی که محبت سالم، محبت قوی نداره به وطنش. مردمی مسلمانی که در یک روز کمی کم 32 بار به زبان از الله طلب میکنه اهدین از صراط المستقیم میگه، نه که در دلش نیت دیگر داره. اهدین از صراط المستقیم میگه و نه که از قفای ظالم قدم میزنه. در این خل دولت ها، در بین این خل قوم ها عدالت وجود نداره، عدالت نمیاد. جایی که عدالت نیست اونجا مردم همه وقت زیر ظلم میمونه، همه وقت کسافتی های، همه وقت مردمش سرسان و سرگردان های. چی در داخل باشه چی در خارج. ببینید امروز در حال سخت مرحله بدترین در قرار داریم ما همه مردم تاجیکستان. وقتی ما مردم میگیم، مردم نفری را میگیم که امروز زیر ظلمن. ما وطن فروش را مردم تاجیکستان حساب نمیکنیم. وقتی ما وطن با مادر قیاس میکنیم، مادر فروخته نمیشود. مادر اون نفر میفروشه که فرزندی اون مادر نیست. ببینید در چی مرحله ما قرار داریم. اگر ما صبر ظلم اختیار کنیم از اینم بدتر میشیم روز تا روز. یک بار چشم را کلانتر کشویم بینیم چخل بد بدتر شده است حال ما. با
ببینید ما تا چند زیاد فرار داریم از وطن خودمون، وطن ما خونه و در عزیزا هر چیزی که هست ما مونده و فرار کرده سیم وطنون. سببش میدونین در چیه؟ سبب یعنی دست دادن مال ملک تجارت خونه و در قربانی ها بیرون شدن وطنون میدونین در چیه؟ در پیش چشمون عزیزامون قتل میکنن، نه که در عوض در پیش اونا میرقصیم، شعر میخونیم، سرود میخونیم، مدایی خونی میکنیم. سببش در چیه؟ یک پرنده است به نام کوکو، انگلیسا کوکو نام میگیرن، به زبان فارسی شاید همی فاخته باشه، روسا کوکوشکا میگن و فکر میکنم که مردمی ما هم به همی کوکوشکا نامش میگیرن. یک پرنده است که زحمت نمیکشه برای فرزندوشا در نگاه بین کردن، در بزرگ کردن اونو زحمت نمیکشه. وقتی که باردار میشوه حتی بالای تخم خودش نمیخوبه. این سیاست زندگی کوکوشکه. وقتی باردار میشوه همون جفتی کوکوشکه در یک جایگی لانه میکوان، پرواز میکنن لانه میکوان که اوجه یکان نوی پرنده دیگره پیدا کنن که تخماشون به تخمای همون مونند باشن، چی رنگش چی رزمیرش اینا مونند باشن. در اطراف همینا چرخ میزنن، وقتی که همین خلونه ها را پیدا میکنن، وقتی که در همون لانه صاحب لانه نیست، کوکوشکا به اونجا زیر میشود برای تخم کردن. و اگر صاحب خانه همونجا باشه، این پرنده نر او را از اونجا میرونه سر میکنه و ماده اونجا زیر میشود، بین تخمای او یک دانه تخم میکنه و در عوضش یک تخمی او را نابود میکنه. یک تخمی هم رو از لونه میگیره میپرتوید. به همین کار تمام. یک دونه تخمی خچه جا میکنه و به همین کارش تمام شد. برای یک فرزند چه همین کار کرد. دیگه او را هیچ وقت نمیخرونه و نه نگاه و بینش میکنه. کوکوشکا در یک موسم 10-15-20 دونه تخم میکنه. نیکی در یک لونه دو تخم نمیگذاره. یک دونه میمونه. گفتیم یک دونه میمونه و یک دونه تخمی در اولو نبیدگیره نابود میسوزن. برای چی؟ خب سبب شبه تر حرف میزنیم برای چی؟ وقتی او پرنده بیچوره میه بالای تخمای خودش خواب میکنه و ای کوکوشکا وقتی که ای تخم میبرویه نوابسته از اونی که پیش ای چجا میبرویه که بعد میبرویه از همون روزای اول حتی چشماش کشودگی نیست حالی کورای اولین کاری که میکنه چی تخمه چی چوجایی که در همون لونه هست میگیره به پویان زیرشون میکنه نابودشون میسوزن. ببینه چوجایی که نوای تخم رو مدگیه آره چشماش کورای نکی طبیعتش سیاست زندگیش همی است که اون لونه را باید صحیح بشود. هر چیزی که در اون لونه هست خواه چوجه باشه خواه تخم باشه در روز دیم سیم علاقه ای همون بلندی به پشتش برداشته ولی کورای به پشتش همون تخمه را میبرداره و از همون لونه به پایان زیر میکنن و بوچون میسوزن. فهمیدیم برای چی کوکوشکا در یک لونه دو تخم نمیگذاره؟ برای که یک نفر میمونه اونجا بوده یک تمونه همه را بیرون کنن. تا 300 نمودی پرنده همی خیلی قربانی میشوند، فرزندای خودشون نابود میشوند و جای فرزندای خودشون کوکوشکا را میخرونن و حمایت میکنن. چوجای کوکوشکا در بین 15-20 روز 4-5 برابر بزرگتر میشوه از همون والدین قلبکیش، همون والدینی را که فرزندوش نابود ساخت. در بین 15-20 روز 4-5 برابر از همونو کلانتر میشوه، بزرگتر میشوه. اونقدر اشتیای بلند داره که والدین قلبکیش همه وقتشون در سیر کردن همین پرازیت صرف میکنن. در این باره حتی فیلسوف ارسطاتل نوشتگی بود که میگه چوجه کوکوشکا میگه قدر مهارتی داره، قدر آواز خوب میبروره که همین والدین قلبکش کلان همون تخم و چجای قربان شده شما فراموش میکنن، دیگه فکر نمیکنن کجاشید تخمشون کجاشون کجاشید. همه مهر محبت شونه در همین پرازید میبخشن،
همه چوجایی که فرزنداشون نابود ساختگی بود. یکی از سبب های به زمین زیر کردن همون تخما و چوجایی رو ندار، همه سبب نفسی کلانی که کشکه طبیعت شمیه که نفسش کلانه. این چوجایی که کلان شد پرواز میکنه میرود. و سیاست زندگی او هم در آینده همی است که یک جفتی خودش را پیدا میکنه و او جفت وقتی تخم گذاریشان با قربانی های نوبتی میکنه. امروز ما وطن داریم به نام تاجیکستان، سرقانون داریم برای شهروندای وطنمون که در باب دیمش ما در 22 نوشتگی های منزل شخص دخل نپذیر های. امروز منزل مردمی ما به مثل همون لانه پرنده قربانی های پرازیت هایی که فرزند های خودشون به مثل کوکوشکا جا کرده گیان در منطقه ها بالای خانه های شما اموال های شما و بیرون کردن فرزند های شما را پیش چشمتون، فرزنداتون را در پیش چشمتون به قتل رساندن و شما هم مثل نمو پرنده های قربانی در خدمت پرازیت های شما امروز پرازیت ها را میخرانین میپشونین. شما امروز فراموش ساختن که فرزندای شما را پرازیت های خونه شما بیرون کردن. شما فراموش کردن که فرزندای شما را در پیش چشم نو قتل کردن. شما را به مثل انمو چوجای کوکوشکا با صدای خودش جادو کرده گیای مهر و محبت تون شما در پرازیت ها صرف کرده استین. زحمت میکشه اونا را میخرونه میپشونه لباسی اونا ماشین خانه و در اونا همش زحمت شما هی. فهمیدیم برای چی کوکوشکا در یک لونه دو تخم نمیگذاره تا که او یک دیگر نابود نسازن. طبیعت اونا همین است که باید یک لونه را اخید کنن و همین است که امروز هم فرزندای رژیمی وطن فروش این ظالمی وطن فروش که از فرزنداش در همه منطقه جا کرده گیه هر یک کدام امروز زیر یک منطقه را زیر دست خود گرفته گیه. وقتی که یک نفر تو جبر دیده پیش یک تاش میره و میگه اون منطقه از من نیست، ببین اون رو همه خود تقسیم کرده گیا این منطقه از من نیست میگه او را او صاحب شده گیا او در او لونه تخم یک لونه تخم مونده گیا اون منطقه در دست یک فرزند شده گیا. سیاست امروزه رژیم سیاست یعنی همون کوکوشکه. شما مثل پرنده یعنی همون قربانی فریب خورده گیا یا قدر زحمت میکشین چی دیدین در جواب؟ چی دیدین؟ به کجا رسیدین؟ در عوض شما مهربانی نه بلکه بازم مینت تحقیر میشنوین. ظلم بازم عیده شدیدتر میشود بالای شما. شما در انتظار آینده درخشان ای جانبی رژیم نباشین. میکرد اگر در دوامی 24 سال بهبودی میکرد. این رژیم شما را ای روزی پیدایش ظلم کرد و تا به آخر ظلم تون میکنن. اونا میترسن که ظلم بس کنن. شما قومتون که راست شد حق طلب میشین. بالای سر شما باید همه وقت ظلم باشد. جنایت زیاد کردن. میترسن ای جنایت کردگیشون. بهترین حمایه حجوم است میگن. برای همه پرازیت ها حمایه خودشون به حجوم پیش میبرن. ظلم بالای شما ادامه می‌یابد تا او زمانی که شما نگین بس.